این حق انتخاب ظاهرا باقی است و این سیستم چرخشی. لوکا بوناچیچ مربی کاملا ناماشنایی است در فوتبال ایران، 5 سال در فوتبال ایران فعالیت کرده و تیم‌های فولاد و استقلال و اهواز در خوزستان. و ببینیم فرهاد مجیدی چه کار میکنه با این توپ. خودش برای سیاوش اکبرپور، یکو تنها بود. حالا اکبرپور فرار امیرآبادی رو ندید، ترجیح داد که پاس بده به رینالدو. هدایت مونبینی هم یه لحظه در مسیر توپ قرار گرفت. حالا از اون سمت ببینیم که خسرو حیدری چه کار خواهد کرد. جانواریو بلند به روی دروازه، یه موقعیت و بی حاصل. تا به این لحظه جدیترین صحنه این مسابقه رو مسیحا به روی دروازه استقلال خلق کردند. و لحظه ای که توپ جوانی با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت، ضربه کورنر به دست اومده روی تیر دو، یه فرصت و توی دروازه. حنیف عمرانزاده سومین گل فصل او به عنوان یک مدافع در همین نیم فصل دومی که تقریبا یه هفته مونده بود به نیم فصل اومد به جمع تیمش اضافه شد و حالا این بار یه گل رو میزنه. اشتباه محاسباتی عباس محمدی هم بی تأثیر نبود در این گل تأثیرگذاری که حنیف عمرانزاده برای تیم استقلال میزنه. یک بار دیگه ببینیم، دقیقا اشتباه محاسبه از عباس محمدی، پرش بلند مدافع بلند بالای تیم استقلال. حنیف عمرانزاده استقلال رو 1-0 در اولین حرکت جدیش به روی دروازه مصر جلو میندازه. از این لحظه به بعد باید بازی بهتر و زیباتری رو شاهد باشیم. یاد محمد نوازی هم زنده شد برای طرفدارای استقلال روی این صحنه ای که فرهاد مجیدی انجام داد. امیرحسین یوسفی رو داره به بازی میفرسته در سمت خط دفاعی خودش، به هر حال نواقص رو دیده، احتمالاً داره ترمیم میکنه. لوکا بوناچیچ، امیرحسین یوسفی کنار زمین هست، باید ببینیم که به جای کدام بازیکن به زمین خواهد اومد. یه فرصت به توی دروازه جبران میکنه فرهاد مجیدی. پاس گل تماشایی سیاوش اکبرپور با مهار سینه رو به زیبایی کاپیتان استقلال تبدیل به گل میکنه. به هر حال فرهاد مجیدی به اون چیزی که میخواست رسید، یه گل تماشایی و نمایشی. رینالدو، اکبرپور، مجیدی، گل دوم برای استقلال. توی این فاصله که تصویر آهسته رو میدید